نان یا قوت لایموت یکی از نیازهای ضروری سبد غذایی شهروندان است. شهروندانی که برای سه وعده غذاییشان دو تا سه بار نان خریداری می کنند. اما اکنون مسئولان اتحادیه نانوایان از کمبود نان و مسدود شدن احتمالی شمار زیادی از نانوایی ها به دلیل کمبود آرد خبر می دهند. درست وقتی ما مراجعه میکنیم با حلافا و با شرکت های تجارتی آرد، اینا کلن دیگه دست سلط دادن به سینما که هیچ آردی وجود نداره. دیگه شما متاسفانه دیگه شما با ما مراجعه نکنیم، دیگه آرد نیه، ما برای شما آرد دیگه نداره که توزیع کنیم. از دیروز بزی بر توزیع آرد از الفیان 90% من شده. رئیس اتحادیه نانوایی ها که کمبود آرد و افزایش قیمت آن در بازار را دلیل کمبود نان در نانوایی ها عنوان کرده میگوید در صورتی که این چالش برطرف نشود، ظرف دو تا سه روز آینده شمار زیادی از نانوایی ها دیگر نانی برای فروش نخواهند داشت. افزون بر نانوایان، مسئولان اتحادیه آرد فروشان هم که کمبود آرد در بازار را یک چالش جدی خوانده، از متوقف بودن چندین واگن آرد در بندر ترقندی خبر می دهند. اتاق تجارت و اداره مالی ولایت هرات ما ابراز نگرانی کردیم و گفتیم که اگر رمی آرد و گندم مرز ترکمن بند مسدود باشه ما با مشکلات مواجه میشیم. به تعداد 400 الی 500 واگن آرد و گندم به زیور خط ترقندی که یعنی خاک ترکمن باشه فعلا از تجار عزیز ما اینجا استاده. این سوی دیگر شهروندانی که نان را یکی از نیازهای روزانهشان گفته متوقف شدن فعالیت نانوایی ها را یک چالش جدی میخوانند. مردم در خانه گوشنه است، مردم سواد نان میگیره. دیگه مردم کجا بره و مردم شب که میشه از بیامنیتی رنج میبره، روز که میشه از نانوایی رنج میبره. نان یکی از نیازهای جدی مردم است و باید که مسئولین این بخش اقدامات جدی در این بخش بگیرن که خدای نکرده به کمبود نان مواجه نشه. در پی سقوط بندر ترقندی از سوی پیکارجویان طالب نزدیک به سه هفته است که هیچ محموله حاوی آرد و گندم وارد هرات نشده است، اما اکنون مسئولان محلی از تلاش ها برای رفع این چالش سخن میگویند. در دو ساعت تلاش ها به خاطر تامین نیازمندی های مردم جریان داره. یک، در سطوح ملی از طریق دستگاه دیپلماسی با وزارت های خارجه کشورهای همسایه تلاش جریان داره تا روند صادرات و واردات از سر گرفته بشه. در سطح محل به خاطر تامین نیازمندی های مردم از محصولات زراعتی داخلی تلاش های زیاد جریان داره. به گفته مسئولان اتحادیه آرد فروشان در حال حاضر بیش از 800 نانوایی در هرات فعالیت دارد که به گونه میانگین 5 بوری آرد در روز مصرف می کنند. آردی که قسمت زیادی از آن با واردات از کشور قزاقستان و از طریق بندر ترقندی تامین می شود.